بریم سراغ این که بچه ها، اول من میخوام یه چیزی رو واسه همیشه درست کنیم که یه ماده ای مثلا گازه، که یه ماده ای مایع است، که یه ماده ای جامده. یادم شیمیالی فصل یک خیلی با این موضوع مشکل داشتین، چون بعد از پایه دهم و در واقع درسای پایه و علومتون باید بلد باشین. من علوم راهنمایی شما حساب کتاب نمی کنم، راجبش صحبت می کنم. اولا که ما راجب تقطیر می خواهیم صحبت کنیم، الان راجب تقطیر جز به جز و جداسازی اجزای هوا که گفتم ما سه تا در واقع عنصر اول هوا رو می خواهیم ازش جدا کنیم، نیتروژن، اکسیژن، آرگون رو از هوا می خواهیم بکشیم بیرون. فرایند و تکنیک این کار توی سند بهش میگن تقطیر. الان که بدونیم تقطیر چیه، فرض کنید من یه مثال ساده بزنم. ما یه محلولی داریم که دوتا مایع با هم قاطی شده، مثلا مایع اتانول به علاوه مایع آب داریم، مایع آب، یه دونه در واقع محلولی که حاصل از مخلوط شدن اتانول و آب باشه. ما تو صنعت اگر بخوایم این اتانول رو جدا کنیم چی کار باید بکنیم؟ ما قراره اینو یاد بگیریم که مثلا دو تا ماده رو جدا کنیم از هم، چند تا ماده رو از هم جدا کنیم. تکنیکش در واقع بهش میگن تقطیر. الان من با یه مثال ساده شروع کردم که به اولیه‌شون مایه، یه مایه اتانول، یه مایه آب. بریم اول یه پیش نیازی من بگم بچه‌ها، نگاه کنید این نموداری که میکشم، و این یه نموداره که مؤلفه نمودارم دمای. شما اگر یه ماده جامد داشته باشین، یه ماده جامد، من اول راجع به گرم کردنش صحبت کنم. شروع کنیم گرم کردن، من یه ذره هم حالا خوبه جاش، من اول راجع به گرم کردن صحبت کنم. گرم کردن یعنی دما رو ببریم بالا. یه ماده جامدی رو فرض کنید اصلا یخ، شما وقتی گرمش میکنید، اولین جایی که تغییر حالت فیزیکی خواهد داد نقطه ذوبشه، نقطه ذوب. توی نقطه ذوب این ماده شما به حالت مایع در میاد. حالا اگه بیشتر زور بزنید، بیشتر گرمش کنید، یه نقطه‌ای داریم به اسم نقطه جوش. من اینجا رنگا رو یه طوری انتخاب، این مایع میشه، بعد یه نقطه دیگه میرسیم به اسم نقطه جوش. نقطه جوش، اینم از این، اینا رو البته کلا با قرمز بنویسم، نقطه جوش. اگه تو اون نگاه کنید، من یه ماده ای دارم جامده، یخ، یکم گرمش کنم به صفر درجه برسم، ذوب میشه، مایع میشه. بعد این مایع رو گرمش کنم به نقطه جوشش برسم، شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه بخار شدن، شروع میکنه گاز شدن. اینم از بنابراین اینجا رو خوب نگاه کنی، ما اون ماده‌ای که من داشتم در بین نقطه ذوب و جوشش حالت فیزیکیش مایع خواهد بود. من یه بار از اول بحث کنم، یه ماده‌ای دارم جامد مثل یه تیکه یخ، این یخه رو شروع کنم گرم کردن، یعنی بالا بردن دما. اول این یخه شروع میکنه سوس شدن، نیروه بین ذره ایش ذوب میشه. وقتی که ذوب شد، از نقطه ذوب به بعد حالت فیزیکیش مایه است تا به نقطه جوشش برسید. تو نقطه جوشش شروع میکنه قل زدن، شروع میکنه بخار شدن، شروع میکنه گاز شدن. پس یه ماده ای اگر پایین نقطه ذوبش باشه دماش جامده، شروع کنیم گرم کردن، جامده، به نقطه ذوب برسیم ذوب میشه، مایع است، به نقطه جوش برسیم شروع میکنه قلقل زدن، شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه بخار شدن، گاز میشه، گازه. این از این، اینی که دارم صحبت میکنم راجع به گرم کردنه. اما یه داستان دیگه هم داریم، سرد کردن. خوب نگاه کنید، سرد کردن
شما اگر بیاید از دم سرد کردن از دمای بالا اتفاق میفته، از دمای بالا شروع کنید کاهش دما. فرض کنید یک گازی دارید، دارید دماشو کم میکنید. من قبلا هم از شما پرسیدم نقطه جوش بالاتره یا نقطه میعان؟ هیچ کدوم با هم نقطه جوش و میعان برابره. مثلا آب تو 100 درجه بخار میشه و آب تو 100 درجه مایع میشه، پس نقطه جوش دقیقا با نقطه میعان برابره. فقط یه نکته هایی داره که میخوام اینجا اشاره کنم. به نقطه میعان برسید، مادتون به حالت مایع در میاد، سرد کنین، نگاه کنین، گازل دارم سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم، نقطه جوش همون نقطه میعانه. مثلا اگر آب باشه به 100 درجه برسم مایع میشه، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است. اینجا باید جامد بشه. بچه ها نقطه ذوب آب چقدر؟ نقطه ذوب آب چقدره؟ صفر. نقطه ذوب در واقع یخ. بعد تو همون صفر درجه آب یخ میزنه، پس نقطه ذوب هم با نقطه انجماد برابره. نقطه ذوب هم با نقطه انجماد برابره، یعنی آب تو صفر درجه هم میتونه ذوب بشه، کی ذوب میشه؟ گرمش میکنن. هم میتونه یخ بزنه، جامد بشه، کی؟ وقتی سردش میکنن. به نقطه انجماد برسید پایین ترش جامده. ما حالا با اون تیکه پایین زیاد کار نداریم، ما با این تیکه پایینش یه توضیح کلی بدم. ببینید این که یه ماده‌ای چه حالت فیزیکی خواهد داشت به این بستگی داره که شما دارین گرمش میکنی یا دارین سردش میکنی. اگه یه ماده جامدی رو از دمای خیلی پایین شروع کنم گرم کردن، گرم کردن، گرم کردن، به نقطه ذوب برسم مایع میشه، از اینجا به بعد مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، به نقطه جوش رسیدم، شروع میکنه قلقل 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 جوشیدن، گاز، گاز، گاز. نقطه جوش و نقطه ذوب رو برای گرم کردن به کار میبرن، اما تو سرد کردن یک گازی رو برداشتی داری سرد میکنی. گاز، 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 به نقطه میعان رسیدم، مایع میشود، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، مایع است، به نقطه انجماد رسیدم، جامد میشود، جامده، جامده، جامده. من با این تیکه پایینش زیاد کاری ندارم، من بحث تختی رو با این تیکه پایینش کاری ندارم، ولی یه نکته رو یاد بگیرین. شما وقتی مادتون دماش، دما اگر بین نقطه ذوب و جوش باشه، دما اگر بین نقطه ذوب و جوش باشه، دما بهش میگن گستره دمایی مایع. ببینید ماده شما بین نقطه ذوب و جوش در هر صورت مایع است، ماده شما بین نقطه ذوب و جوش در هر حالتی مایع است، چه گرمش کنیم چه سردش کنیم خب فرقی نمی کنه. بین نقطه ذوب و جوش ماده شما مایع است. اگه دمای ماده ما تو این گستره بین نقطه ذوب و جوش باشه بهش میگن گستره دمایی مایع. پس اون گستره ای که ماده من به حالت مایع میتونه باشه چیه؟ بین نقطه ذوب و جوش. همیشه همه مواد، همه مواد بین نقطه ذوب و جوششون اگر قرار بگیرن، بین نقطه ذوب و جوششون قرار بگیرن، حالت فیزیکیشون مایع است و به دماهای بین نقطه ذوب و جوش میگن گستره دمایی مایع. چرا بهش میگن گستره دمایی مایع؟ چون حالت فیزیکی مادم بین دمای ذوب و جوش به حالت مایع است. پس تا الان چیزی که یاد گرفتیم به صورت خلاصه، ماده بین نقطه ذوب و جوش مایع است، به این تیکه، به این تیکه میگن گستره دمایی مایع. من کاری با این پایینش ندارم، من اول یه ذره توضیح دادم که اصلا بیایید تو باغ چی به چیه، من کاری به این پایینش ندارم، یعنی اون تیکه‌ای که برای من حائز اهمیته این تیکه بالاست. من کلن توی بحث فصل دوم من با این تیکه کار دارم، من با این تیکه کار دارم. خوب گوش بدین، این که آقا کی مایع می شود، کی گاز می شود، این داستانا رو میخوام خوب یاد بگیری.
بستگی به این داره که تو داری گرم میکنی یا داری سرد میکنی. اگه داری گرم میکنی، مایع وقتی از نقطه جوشش بگذری به حالت گاز در میاد. فرض کنید آب داریم، آب و آبی که مایع است رو گرم میکنم گرم میکنم گرم میکنم گرم میکنم، به نقطه جوش 100 برسم شروع میکنه قل 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 بخار شدن، گاز میشه. پس در هنگام گرم کردن اگر از نقطه جوش یه ماده بالاتر بریم، اون ماده به حالت گاز در میاد. اما در هنگام سرد کردن، فرض کنید بخار آب رو داریم سرد میکنیم، یک گازی رو داریم سرد میکنیم، سرد کنیم سرد کنیم سرد کنیم سرد کنیم سرد کنیم، نقطه میان همون نقطه جوشه. اگه بیام پایین تر از نقطه جوش، مادم به حالت مایع در میاد. پس حواستون باشه که دارید گرم میکنید یا دارید سرد میکنید. داریم گرم میکنیم یا داریم سرد میکنیم. حالا اگر داریم گرم میکنیم از نقطه جوش بریم بالاتر میشه گاز، اگر داریم سرد میکنیم از نقطه جوش که همون نقطه میانه بیاییم پایین تر میشه مایع. پس اینو خیلی خوب یاد بگیرا، اینو اگه یاد نگیری دیگه هیچی یاد نمی. این کل بحث منه، اینو خیلی قشنگ گوش بده. یه مایع دارم، آب مایع، اگه دارم گرم میکنم به نقطه جوش برسم رد کنم برم بالاتر، مادم بالت گاز در میاد. مایع رو گرم کنی گرم کنی تو نقطه جوشش میجوشه میشه گاز. گرم کردن تو دمای بالاتر از نقطه جوش گاز، گرم کردن دمای بالاتر از نقطه جوش گاز، سرد کردن دمای پایین تر از نقطه جوش مایع. حالا این به چه دردی میخوره؟ نگاه کنی، مثلا اینجا من یه نمودار بکشم، اینجا دما، خب بعد اینجا نقطه جوش ترکیب فرض کنید آ باشه، اینجا نقطه جوش ترکیب بی. میگه ما اینا رو اگر فرض کنید بگه آبی، سوال اینه آبی مایع اند، کدام یک آسانتر به گاز تبدیل می شود؟ یه همچین سوالی رو بخواد ازتون بپرسه، خیلی سوال قشنگیه ها. میگه آقا آبی به حالت مایع اند، اگه مایع اند یعنی بین نقطه ذوب و جوشن، یعنی اینجا ها. خب میگه اگر اینا رو گرم کنم کدوم یکی آسون‌تر گاز میشه؟ ببین دارم میگم گرم کردن، راجع به گرم کردن شروع کنیم گرم کردن. خب اگه مایعن اگر آ و بی مایعن، یعنی الان دمایی که دارن پایین تر از نقطه جوششونه. یعنی فرض کنید از اینجا شروع کنم گرم کردن، شروع کنم گرم کردن گرم کردن گرم کردن گرم کردن، اول به نقطه جوش بی رسیدم، الان بیه شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه قلقل کردن، شروع میکنه بخار شدن، شروع میکنه گاز شدن. پس بی آسانتر گاز میشود. حالا اگر نگاه کنید اینجا نقطه جوش بیه دیگه، پس بی الان میجوشه بخار میشه. حالا ادامه بدم، اگر یه کم دیگه گرمش کنم گرمش کنم گرمش کنم گرمش کنم گرمش کنم به نقطه جوش آ برسم، آ شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه بخار شدن. میگه کدوم آسونتر به گاز تبدیل میشود؟ نگاه کنید، خوب نگاه کنید. شروع میکنم گرم کردن گرم کردن گرم کردن گرم کردن گرم کردن، به نقطه جوش بی رسیدم، بی میجوشه، شروع میکنه قل 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 بخار میشه. پس بی اول بخار شد، بی آسونتر بخار شد. حالا اگه بازم زور بزنم گرم کنم گرم کنم گرم کنم گرم کنم گرم کنم گرم کنم،
الان شاید آب بجوشه بخار بشه. پس اینکه آبی ماین کدام یک آسان تر به گاز تبدیل می شود اگر از شما بپرسه، داریم میگه مایست میخواد بشه گاز، مایست میخواد بشه گاز، باید گرم کرد، مایست میخواد بشه گاز، باید گرم کرد، و هر موقع از نقطه جوش بگذرم گاز خواهد شد. باید گرم کرد، گرم میکنم، گرم میکنم، هر موقع از نقطه جوش بگذرم آن ماده به حالت گاز در میآید. چرا؟ چون اون ماده تو نقطه جوشش شروع میکنه قل 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 جوشیدن، شروع میکنه بخار شدن. حالا اگه بازم زور بزنم، زور بزنم، زور بزنم، بازم زور بزنم، زور بزنم، به نقطه جوش آب رسم، آب شروع میکنه جوشیدن، بخار شدن. خب برای اینکه بی بجوشه و بخار بشه، گرم کردم تا اینجا، خب بی اول بخار شد رفت بیرون، حالا اگه بازم زور بزنم آب بخار میشه. پس به طور خلاصه من با این پایین جدولم اصلا دیگه کاری ندارم، من با این پایین کاری ندارم. اگر داره میگه گاز بشه، مایع گاز بشه، باید گرم کرد، هر موقع هم از نقطه جوشش بگذرید گاز میشه. گرم میکنم، از نقطه جوشش گذشتم، بی گاز شد، بی آسونتر گاز شد، بی زودتر گاز شد. حالا اگه بازم گرم کنم شاید آهم بجوشه و بخار بشه و آهم گاز بشه. کدام یک آسانتر به گاز تبدیل میشود؟ بی، چون وقتی گرم کردم اول از نقطه جوش بی گذشتم، از نقطه جوش میگذرم میشه گاز. بی میجوشه، بی بخار میشه، بی گاز شد، بی اول گاز شد، بی آسونتر گاز شد. اگه ادامه بدم شاید آهم بخار بشه و بجوشه. اینجا ناکن چطوری از این سوال، همین شکلی که من کشیدم، آقا مثلا ما یه مخلوطی درست کردیم، مایه اتانول و آب، مایه اتانول و آب و هم زدیم یه محلول درست کردیم، میگه میتونی اینا رو از هم جدا کنی؟ میگم آره میتونم. میگه چطوری؟ میگم نقطه جوشاشونو بگو، نقطه این دما، این نقطه جوشه، نقطه جوش آب که 100 درجه است، بعد اینجا هم نقطه جوش اتانول که مثلا 70 درجه است. میخوام تختی رو بهت یاد بدم، تختیر چه شکلیه. میگه میخوام این دوتا رو به روش تختیر جدا کنی. میگم باش، اینا ماین، شروع میکنم گرم کردن، گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، به نقطه جوش اتانول میرسم، دارم گرم میکنم. خب اینجا رو فقط یه دقیقه بچه نگاه کنی، من اصلا ازتون میخوام اگر سوال خواستین حل کنی این تیکه رو بکشی، خیلی به زبون ساده، موقع گرم کردن اگر از نقطه جوش بگذرید مادتون به حالت گاز در میاد، چون تو نقطه جوشش میجوشید رو میجوشید و بخار میشد. پس خیلی ساده، من اولا که میخوام موقع تست زدن، حالا سر کنکور نه، موقعی که داری تست میزنی چند بار اینو بکشی، اینو یه چند بار بکشی موقع تست زدن. اگر دارم گرم میکنم از نقطه جوش بگذرم، ماده من میجوشد و به حالت گاز در میاد. حالا داشتیم گفتیم گرم میکنم، دوتا مایه داشتم، داشتیم گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، گرم، از نقطه جوش اتانول بگذرم به حالت میجوشد و به حالت گاز در میآید. رسیدم به دمای 70، پس این اتانوله میجوشه گاز میشه. از نقطه جوش بگذرم، از نقطه جوش بگذرم به حالت، از نقطه جوش بگذرم به حالت گاز در میاد. اگه از نقطه جوش یه ماده هنگام گرم کردن بگذریم میجوشه گاز میشه. بعد دما رو مثلا 80 درجه متوقف میکنم، اینجا وایسادم، وایسادم،
پس چیکار میکنم؟ گرمش میکنم تا 70 درجه، اتانول میجوشه، گاز میشه، 80 درجه وای میستم. هنوز به نقطه جوش آب نرسیدم، آب نمیجوشه، آب گاز نمیشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ این اتانوله که اینجا بود، این اتانوله که اینجا بود شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه بخار شدن. بعد این بخاراشو ما جمع میکنیم، ما اینوری برم که جا باشه، این اتانوله شروع میکنه جوشیدن، این بخاراشو ما جمع میکنیم، میایم اینجا سرد میکنیم، مایه هم نگاه کنید یه ظرف دیگه میذاریم. پس مایه آب و اتانولو تا یه دمایی بردم که اتانوله بجوشه، گاز شد. اینجا دوباره سردش میکنم، از نقطه جوشش میام پایین تر، مایه میشه، میریزه توی ظرف دیگه. این ما اتانوله گاز شد، اتانوله اومد اینجا سرد شد، مایه شد، ریخت توی ظرف دیگه. به این فرایند بچه ها میگن تقطیر. پس اول چی داشتم؟ نگاه کنید فرایندم نگاه کنید. یه اتانول داشتم، یه آب. من تا یه جایی گرم میکنم، یکیشون بجوشه گاز بشه، یکیشون نجوشه. اتانول شروع کرد گاز شدن، بخار شدن. یه لوله آب خنک دور این میچرخونن، خب اینجا رو سرد میکنن. سرد که میشه، اول نگاه کن، مایه آب بود و اتانول، اتانول بخار شد. اینجا بخار اتانول رو سرد میکنن، دماشو میارن پایین تر از نقطه جوش. دماشو که میارن پایین تر از نقطه جوش، مایه میشه، میریزه توی ظرف دیگه. اتانول جدا، آب جدا. پس کار تقطیر جدا کردن مواد است هم دیگه است. نگاه کن، اول میان اتانول رو گرم کردیم تا 80 درجه. ما اگر بریم بالاتر از نقطه جوش گاز میشه. بعد اومدیم سرد کردیم. ما اگر بیایم پایین تر از اینجا، نگاه، من گفتم اینو ازت میخوام دیگه، هنگام گرم کردن اگه برید بالای نقطه جوش گاز میشه، هنگام سرد کردن اگه بیاید پایین تر از نقطه جوش یا نقطه میان مایع میشه. ما اول اومدیم یک کاری کردیم، از نقطه جوش اتانول گذشتیم، اتانول شروع کرد بخار شدن، گاز شدن. بعد اومدیم توی ظرف جداگانه این گاز رو سردش کردیم، میعان رخ داد، مایع شد. پس اول اومدیم اینجا اینا رو یاد بگیرین دیگه، خیالم بابت بقیه درسم راحته. اول اومدیم اتانول رو گرم کردیم، اتانول به نقطه جوش رسید، میجوشه، گاز شد. اینجا وایسادم تا یه جایی میرم که به نقطه جوش یکیشون برسم، یکیشون رو بخار کنم، گاز کنم. حالا این گازه رو اومدم توی یه ظرف جداگانه سرد کردم، از نقطه جوش یا میعانش گذشتم، مایه شد، ریختم توی ظرف دیگه. اتانول جدا، آب جدا. این همون روندیه که مثلا توی گلابگیری استفاده میشه، این همون روندیه که الان توی تولید، مثلا ما الان توی همین بحران کرونا برای تولید کردن الکل یه سری افراد از تخمیر قند استفاده میکنن، میان مثلا قند رو بهش مخمر میزنن، میشه مخلوطی از آب و الکل. حالا این الکلی که برای ضد عفونی کردن به دست شما باید برسه، باید حداقل 70% باشه. پس باید این الکل رو از این آب جدا کنن، میان این کارو میکنن، مثلا تا 80 گرمش میکنن، بعد این اتانول بخار میشه، اتانول رو سرد میکنن، میبرن خالصش رو جدا میکنن. این در واقع دستگاه، ایده دستگاه خیلی قدیمیشم، حالا تو آیا میدانید کتابتونه، جابر ابن حیان طراحی کرده بوده به اسم انبیق. البته الان خیلی دستگاه پیشرفته تری داره به اسم روتاریو، این داستانو که برید میبینیدش. ما الان میخوایم تقطیر رو که بحث کردیم راجبش، گفتیم
هدف از آن جدا سازی اجزای مخلوط مایع است. ابتدا مخلوط مایع رو حرارت میدن تا اون ماده‌ای که نقطه جوش پایین‌تری داره بجوشه، گاز بشه. گاز رو تو قسمت جداگانه‌ای سرد میکنن، مایع میشه. این مایع جدا، این مایع هم جدا. تقدیر جزء به جزء. بچه‌ها مثلا ما چند تا گاز رو می‌خوایم جدا کنیم، اول کامل سردش میکنیم میشه مایع، بعد اون مایع رو میشه یه مایع مثل این، بعد مایع رو تا یه جای گرم میکنم، یکیش بجوشه یکیش نجوشه، گاز رو جدا میکنم. تقدیر جزء به جزء برای جداسازی گازهایی به کار میره که نقطه جوش اونا نه خیلی به هم نزدیک باشه نه خیلی به هم دور. الان میخوام درباره تقدیر هوا صحبت کنم. یعنی کاری که میخوام بکنم اینه، اول هوا رو حسابی سرد کنم یه مایع بشه، بعد یه جوری گرمش کنم که یکیش بجوشه بقیهش نه، اون میجوشه گاز میشه جدا میشه، بعد دوباره یکیش بجوشه بقیهش نه. جز به جز میخوام تقدیر کنم، میخوام این هوایی که ازش نفس میکشم و نیتروژنشو بیارم بیرون، اکسیژنشو بیارم بیرون، آرگونشم بیارم بیرون. خوب نگاه کنین، خوب توجه کنین. من آخرین بار یه بار دیگه هم تکرار کنم این قضیه رو. توی گرم کردن، اگر گرم کنی از نقطه جوش بگذری میشه گاز. توی سرد کردن اگر از نقطه جوش یا میعان بیای پایین تر میشه مایع. توی گرم، اما خیلی چیز بدیهیه، از نقطه جوش بگذری میجوشه گاز میشه، از نقطه جوش بیای پایین تر مایع میشه. همین، از نقطه جوش بالاتر گاز، پایین تر مایع است. خیلی توضیح دادم دیگه. این سرد کردن، توی سرد کردن میعان رخ میدهد، مایع شدن رخ میدهد، توی گرم کردن جوشیدن رخ میدهد، بخار شدن رخ میدهد. اگر مایع رو گرم کنید از نقطه جوش بگذارید گازه، اگر یک گازی رو سرد کنید، از نقطه میعان یا جوشش بیایید پایین تر مایع است. من فقط یه چیز دیگه هم اینجا اشاره کنم، یه همچین سوالی هم میپرسه، میگه آبی گازند کدام آسانتر مایع میشود؟ سوالش رو برعکس کردم. دو تا گاز دارم، آ بی، این هم دما، این نقطه جوش آ، این نقطه جوش بی. میگه کدوم آسانتر مایع میشود؟ بچه ها اگر یک گاز رو بخوام مایع کنم، باید سرد کنم و از نقطه جوش یا میعان هر کی بگذرم مایع میشه. اگه یک گاز قرار مایع بشه باید سرد کنیم، و اگر از نقطه جوش بیام پایین تر مایع شده. حالا نگاه کن، شروع میکنم سرد کردن، به نقطه جوش آ رسیدم، نقطه جوش آ همون نقطه میعانه، آ مایع شد، اینجا یه بار دیگه ببینین یه تصویر رفت. میگم اولا سرد کردن دارم توضیح میدم، سرد کرد. اگر گازا رو قرار مایع کنم، پس قرار سرد کنم از نقطه جوش. این کابل من فکر کنم شل شده. خب اینجا رو ببینید، من یه بار دیگه توضیح بدم، ما یک گازی رو میخواییم مایع کنیم، پس باید سرد کنیم. سرد که میکنم به نقطه جوش یا میعان هر کسی برسم، میعان براش رخ میده، مایع شدن براش رخ میده، مایع میشه. توی سرد کردن پایین تر از نقطه جوش مایع میشه. من دارم سرد میکنم، به نقطه جوش آ رسیدم که همون نقطه میعانشه. چون سرد کردنه میعان رخ میدهد، چون سرد کردنه
از گاز میشه مایع، مایع شدن میعان رخ میدهد. آمایه شد. حالا اگه خودم رو بیشتر اذیت کنم، بیشتر سرد کنم، بی هم شاید مایع بشه، ولی اول آمایه شد. پس گازی آسان تر مایع می شود که نقطه جوش بالاتری دارد. بچه ها ببین، من اینطوری دارم بهتون میگم، اگه گرم کردن مادت می جوشه، اگه سرد کردن مایع میشه. نگاه، از سرد کردن، از نقطه جوش یا میعان بیام پایین تر مایع است. از نقطه جوش یا میعان بیام پایین تر مایع است. مایع است. اینو خوب یاد بگیری. یه بار دیگه اینجا رو ببین. دارم سرد میکنم. به نقطه جوش یا نقطه میعان آ رسیدم. چون عمل سرد کردن دارم انجام میدم، رنگشو ببین، چون عمل سرد کردن دارم انجام میدم، میعان رخ میده، به نقطه جوش برسم، مایع میشه. سرد، نقطه جوش آ همون نقطه میعان آه. چون دارم سرد میکنم از گاز میشه مایع. پایین تر از نقطه جوش بیام، ماده من اینهاش مایع است. آ مایع شد، آ آسانتر مایع می شود. پس اینم از این دیگه. نبینم، شما دو تا گاز دارین، فرض کنید این گاز آ، این گاز بی. از شما بپرسه کدوم آسانتر مایع میشه، این گاز آ، این گاز بی، همینجا جواب بدم. ببین، از من دو تا سوال بپرسه، بگه کدوم آسانتر مایع می شود. آسان تر مایع شدن وقتیه که گازه میخواد مایع بشه. دارم سرد میکنم، از نقطه جوش یا میعان هر کی بیام پایین تر مایع است. سرد میکنم، به نقطه جوش آ رسیدم، به نقطه میعان آ رسیدم، آ مایع میشه. آ اول مایع شد، آ آسان تر مایع شد. اگه گرم کردن بود میگفت کدوم زودتر بخار میشه. گرم کردن این شکلیه، از دمای پایین دارین گرم میکنین، اول به نقطه جوش بی میرسین، بی زودتر بخار شد، پس بی. بچه ها یه بحث سرد کردن داریم، مایع شدن داریم. وقتی که سرد میکنیم اون گازی آسون تر مایع میشه که نقطه جوشش بالاتره. یه بحث گرم کردن داریم، وقتی گرم میکنیم اون گازی آسون تر بخار میشه، اون گازی زودتر بخار میشه که نقطه جوشش پایین تره. پس بستگی داره، اگه بیام پایین اونی آسون تر مایع میشه که نقطه جوشش بالاتره، اگه برم بالا اونی زودتر بخار میشه که نقطه جوشش پایین تره. این به طور خلاصه. اما اینا به چه دردی میخوره تو تقدیر جز به جز؟ من راجع به تقدیر جز به جز یه صحبتی بکنم. فرایند بچه ها، تقدیر جز به جز هوای مایع ما قراره که از تو دل هوا نیتروژن و آرگون و اکسیژنش رو جدا کنیم. میایم اول از همه قدم یک، اون هوایی که داریم و از صافی عبور میدیم. چرا از صافی فیلتر عبور میدیم؟ تا گرد و غبارا و آتش‌خالایی که داره رو بگیری. پس قدم اول میایم هوا رو از یه فیلتر عبور میدیم، عبور از صافی، گرد و غبارش جدا میشه. قدم دوم با استفاده از فشار دمای هوا را پیوسته کم میکنیم. پس داریم چیکار میکنیم؟ سرد میکنیم. خوب چشتو باز کن. ما اول اومدیم هوا رو از صافی رد کردیم. چرا اول از صافی؟ آتو آشقالاش گرفتش، گرد و غبارش گرفتش. بعد الان دارم هوامو سرد میکنم. سرد کردن با استفاده از چی؟ با فشار.
بچه ها این که چطوری با فشار سرد میکنن یه مبحث دانشگاهیه، ولی اینطوریه که یهو فشار میارن یهو فشار رو بر میدارن، بعد مولکولا اصلا میخوان دور بشن، باید به نیروی بین مولکولیشون غلبه کنن، انرژی مصرف کنن، در انرژیشون کم میشه، دماشون میاد پایین، هی فشار میارن فشار بر میدارن، فشار میارن فشار بر میدارن. برای همین کتابتون توضیح نداده، برای همین کتابتون خیلی ساده عبور کرده. پس اولا بچه ها میان هوا رو از صافی رد میکنن، گرد و غبار رو میگیرن، بعد با استفاده از فشار، فشار میاره ور میداره، میاره ور میداره، میاره ور میداره، دمای هوا رو دارن کم میکنن، شروع میکنیم سرد کردن. یعنی یه سری دمای تابلویه. تو صفر درجه به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ خب بدیهیه، صفر درجه دمای انجماد آبه، پس آب یخ میزنه، پس آب رو میتونیم به صورت یخ جدا کنیم. توی صفر درجه آب یخ میزنه، حالا میتونیم جدا کردن آب به صورت یخ، آب رو از هوا جدا کنیم، چون بالاخره هوای رطوبتی دارن دیگه، داری سرد میکنی به نقطه صفر برسی آب یخ میزنه، این که هیچ، بیشتر سرد میکنم. تو دمای منفی 78 درجه سانتیگراد یه فرایندی رخ میده که یکم واسه شما شاید عجیب غریب باشه. کربن دی اکسید از حالت گاز به کربن دی اکسید حالت جامد در میاد. یادتون میاد که یه ماده گاز بشه جامد، یه ماده گاز یهو بشه جامد، اسم فرایندش چی بود؟ یهو چگال بشه، بهش میگن چگالش. تو دمای منفی 78 درجه سانتیگراد کربن دی اکسید مستقیماً از حالت گاز به جامد در میاد که به این فرایند میگن چگالش. پس ما تو دمای صفر یه دونه انجماد داشتیم، تو دمای منفی 78 درجه چگالش کربن دی اکسید داریم. بعد بچه ها بد نیست بدونید به کربن دی اکسید جامد یخ خشک هم گفته میشه. الان جدا کردن یخ خشک رو خواهیم داشت. این تا اینجا. پس از اول یه بار سری بگم، هوا رو از صافی رد میکنم، گرد و غبار گرفته میشه، بعد با استفاده از فشار، فشار بیار بردار بیار بردار، شروع میکنم سرد کردن، سرد میکنم تو صفر درجه تابلو آب منجمد میشه، انجماد آب دارم، آب به صورت یخ جدا میشه، سرد میکنم تو منفی 78 درجه کربن دی اکسید از حالت گاز میشه جامد، مستقیما از گاز میشه جامد، بهش میگن چگالش. به کربن دی اکسید این خیلی نکته مهمی ها، کربن دی اکسید از حالت گاز به جامد در میاد، علتش هم فشار بحرانیه که شما نمیخونید، از گاز به حالت جامد در میاد، به کربن دی اکسید جامد میگن یخ خشک، جدا کردن یخ خشک. ما اینجا چگالش داریم، چگالش کربن دی اکسید داریم. یه جدول اینجا هست، ما تا اینجا الان اومدیم، اینو که گفتیم، اینم که گفتیم، یه جدول اینجا هست. بچه ها اینا رو بلد باشید، این چهارتا رو باید بلد باشید. نمیدونم میخوای یه جا بچسبون هی نگاهشون کن، اصلا اینو بلد نباشین سوالشو نمیتونید جواب بدید. این نقطه جوشا رو با عدد باید حفظ باشی. نیتروژن منفی 196 نقطه جوشه، اکسیژن منفی 183، آرگون منفی 186، هلیوم منفی 269. ما هدفمون جدا کردن نیتروژن و اکسیژن و آرگونه، این نقطه جوش ها رو باید بلد باشیم. اما بریم سراغ نقطه جوش. از اینجا به بعد درس قشنگ میشه. تا اینجا اومدم. بعد بچه ها من حالا مقیاس رو اگر رایت نکنم نگاه کنید، ما یه سری دما دیدیم، الان یه منفی 196 دیدیم، منفی 196 این بود نقطه جوش اندو
که حالا این نقطه جوشه نقطه میعانش هم هست، بستگی داره که سرد کنیم یا گرم کنیم. یه دمای دیگه ای داشتیم، دمای منفی 186، یه دمای دیگه داشتیم منفی 183. این اکسیژن هستش، این نقطه جوش اکسیژن، این نقطه میعان اکسیژن، این نقطه جوش آرگون، این نقطه میعان در واقع آرگون، اینم اکسیژن. میتونم این میعان ها رو دیگه ننویسم، دیگه توضیح دادم، شلوغش نکنم، همین نقطه جوش بنویسم کافی، نقطه جوش آرگون. خب یه دونه هم منفی 269 داشتیم برای منفی 269 درجه سانتیگراد، درجه سانتیگراد، درجه سانتیگراد، درجه سانتیگراد داشتیم برای هلیوم، نقطه جوش هلیوم. حالا نگاه کنی اینجا رو، چرا اینقدر توضیح دادم؟ دلیلش اینه، شما دارید الان چیکار میکنید؟ دارید سرد میکنید. تو سرد کردن اگر از نقطه جوش بیام پایین تر، ماده من به حالت مایع در میاد و میعان رخ میده. در سرد کردن میعان رخ میده اگر از نقطه جوش بیام پایین تر. تو سرد کردن گاز میشه مایع، میعان رخ میده اگر از نقطه جوش بیام پایین تر، مایع میشه. پس در سرد کردن اگر از نقطه جوش بیام پایین تر، مایع میشه. الان دارم سرد میکنم، ببین الان دارم سرد میکنم، سرد کردنم رو ادامه بدم، ادامه بدم، ادامه بدم، ادامه بدم. اینجا اکسیژن مایع میشه، دارم سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم، از نقطه جوش بیام پایین تر مایع میشه، اکسیژنم مایع میشه. بعد میگن آقا نمیشه این مایع رو الان جدا کنیم اکسیژن رو ببریم؟ میگم نه بچه ها، حقیقتش رو بخوای توی سرد کردن ما دقت خاصی نداریم، ما نمیتونیم توی سرد کردن خوب دما رو کنترل کنیم، ما نمیتونیم تو سرد کردن دما رو یه درجه یه درجه بیاریم پایین، دما زیاد تحت فرمان ما نیست، یا ممکنه 10 درجه سرد بشه، علاوه بر این اکسیژنه از نقطه جوش آرگونم رد بشه، آرگونم بیاد تو مایع. پس سرد کردن دقت جداسازی نداره، چون توی فرایند سرد کردن دما زیاد تحت کنترل ما نیست، نمیتونیم دما رو مثلا یه درجه یه درجه کم کنیم. پس با سرد کردن اینا رو نمیشه جدا کرد. میان چیکار میکنن؟ یهو تا منفی 200 میارن، یهو از اینجا به بعدش تا منفی 200 میارن، بیایم سردش کنیم. از نقطه جوش اکسیژن بیام پایین تر، نقطه جوش همون نقطه میعانه، اکسیژن مایع شد. یه ذره بیام پایین تر، از نقطه جوش آرگون بیام پایین تر، نقطه جوش همون نقطه میعانه، چون دارم سرد میکنم آرگونم مایع شد. یه ذره دیگه، یه ذره دیگه سرد کنم، نقطه جوش N2 هم میام پایین تر، نیتروژن هم مایع شد. یعنی این سه تا جزء هوا رو که میخوام من نتونستم با سرد کردن جدا کنم، سرد کردن دقتش پایینه، یعنی ممکنه با این اکسیژن ناخالصی آرگون داشته باشی زیاد، زیاد خیلی، اصلا هم آرگون باشه هم اکسیژن، چون توی سرد کردن میگم دما رو نمیشه یه درجه یه درجه کم کرد. پس نگاه کن، تا اینجا اومدم شروع کردم سرد کردن، اکسیژن مایع شد، پس الان بنویسم ما الان اکسیژن رو مایع کردیم. ادامه بدم، ادامه بدم، ادامه بدم. از نقطه جوش آرگون بیام پایین‌تر، میعان رخ میده، اینم مایع شد. ادامه بدم، ادامه بدم، ادامه بدم. از نقطه جوش N2 که همون نقطه میعانشه، در هنگام سرد کردن بیام پایین‌تر، مایع میشه، پس اینم مایع شد. منفی 200 وایسادم، منفی 200 وایسادم، یعنی هنوز به نقطه جوش هلیوم نرسیدم. الان دمایی که دارم بالاتر از نقطه جوش هلیومه، بالاتر از نقطه جوش هلیومه، هنوز به نقطه جوش هلیوم نرسیدم.
اگه بیام پایین تر از نقطه جوشش، اگر از نقطه جوشش بیام پایین تر، مثلا بشم منفی 270، هلیوم هم مایع میشه. ولی من منفی 200 وایستادم، هلیوم هنوز چیه؟ گاز. و این مجموعه هوای مایع رو به وجود میاره، هوای مایع. ببین چی میگم، اینو خیلی خوب گوش بده، اینو خیلی خوب گوش بده. پس من گفتم سرد کردن دقت آنچنانی نداره. من از اول بیام، یه بار از بالا ببینیش، هوایی که استنشاق میکنید، هوایی که نفس میکشید رو اول از فیلتر رد کردم، گرد و غباراشو گرفتم، اومدم فشار آوردم برداشتم، فشار آوردم برداشتم، دارم سرد میکنم، تو 0 درجه آب یخ میزنه جدا میشه، تو منفی 78 درجه کربن دی اکسید از حالت گاز مستقیما میشه جامد، بهش میگن چگالش، به کربن دی اکسید جامد هم میگن یخ خشک. توی منفی 78 درجه چگالش کربن دی اکسید رو داریم و کربن دی اکسید به صورت یخ خشک جدا میشه. بعدش از منفی 78 به بعد یهویی سردش میکنم تا منفی 200. بعد دارم سرد میکنم، از نقطه جوش اکسیژن بیام پایین تر مایع شد، از نقطه جوش آرگون بیام پایین تر آرگونم مایع شد، از نقطه جوش نیتروژن بیام پایین تر نیتروژن مایع شد، ولی از نقطه جوش هلیوم هنوز پایین تر نیومدم. هلیوم هنوز براش میعان رخ نداده، هلیوم همچنان گازه. ما به این میگیم هوای مایع، ما اینو میخوایم، ولی هلیوم هنوز گازه. پس هلیوم، ببین اینجا باز من اینو نشون میدم، ببینی دارم سرد میکنم، هنوز به نقطه جوش هلیوم یا نقطه میعان هلیوم نرسیدم. اینجاهام هلیوم هم هنوز چیه؟ گاز. اگه از نقطه جوش یا میعانش بیام پایین تر مایع میشه. هلیوم تو منفی 200 هنوز گازه، چون شما بالاتر از نقطه جوششین. نقطه جوش هلیوم چند بود؟ منفی 269. شما چندین؟ منفی 200. این نقطه جوش هلیومه، شما تو منفی 200ین. حالت هلیوم رو بگید ببینم، گاز، هنوز گازه. اگر منفی 269 برسم میعان رخ میده، مایه میشه. پس هلیومه هنوز گازه، چون هلیوم، بچه ها خوب گوش بدین، چون هلیوم مقدارش توی هوا کمه، من برای هلیوم به دست آوردن سراغ هوا نمیرم، مثلا میرم سراغ منابع زمینیش، از گاز طبیعی استفاده میکنم. هلیوم برام صرفه اقتصادی نداره. بچه سرد کردن خیلی کار سختیه، چون هی فشار باید بیاری، فشار برداری، کلی باید انرژی مصرف کنی، باید برات صرفه اقتصادی داشته باشه. نمیارزه که من از منفی 200 برسونم به منفی 270 که هلیوم جدا کنم، برای هوا نمی صرفه اگر گاز طبیعی. پس بچه ها چیزی که مهمه، من باید ببینم می صرفه آیا، دمایی که میتونم منفی 200، من کارم رو انجام دادم، من تو دمای منفی 200 از نقطه جوش اکسیژن پایین ترم، اکسیژنم مایع است، از نقطه جوش آرگون پایین ترم، آرگونم مایع است، از نقطه جوش اندوم پایین ترم، اندوم مایع است. من دیگه الان اون چیزی که میخواستم جدا کنم، اکسیژن، آرگون، نیتروژن رو به صورت مایع در آوردم، من باید جیبم رو ببینم میصرفه آیا از منفی 200 برسونم به منفی 270 که هلیوم جدا کنم. من میگم برای هوا نمیصرفه، چون هلیومش خیلی کمه. من نمیصرفه برام که 70 درجه دما رو بیارم پایین تر که بخوام هلیوم جدا کنم. گوره باباش، هلیومش رو نمیخوام. هلیوم اگر خواستم میرم از گاز طبیعی میگیرم، از گازی که از اعماق زمین میاد بیرون. هلیومش به درد من نمیخوره، همین گاز باشه مال خودت. من اینو میخوام، این هوای مایع رو بر میدارم. هوای مایع هم الان O2 داره، آرگون داره، N2 داره. من یه هوای مایع الان جدا کردم، این هوای مایع این ستا رو داره، نگاه، یه هوای مایع N2 داره،
O2 داره، آرگون داره. پس خیلی ساده است بچه، من فقط دارم یه جوری میگم که دیگه قطعا تو مغزتون بشینه، اگر ازش سوال داد راحت بتونید جواب بدید. هوا رو از صافی رد کردم، جدا کردن گرد و غبار، تو 0 درجه یخ میزنه، انجماد آب جدا میشه. تو منفی 78 درجه که چگالش کربن دی اکسید رو دارم، از گاز مستقیما میشه جامد، چگالش کربن دی اکسید جامد جدا میشه، بهش میگن یخ خشک چون شبیه یخه. بعد یهو از منفی 78 میارم تا منفی 200، چون با سرد کردن این سه تا جدا نمیشه، سرد کردن دقتش کمه، نمیشه یه درجه یه درجه انجام داد. اول اکسیژن هم مایع شد، گازی که نقطه جوش بالاتری دارد آسان‌تر مایع میشود، دارم سرد میکنم، از نقطه جوش اکسیژن اومدم پایین‌تر مایع شد، از نقطه جوش آرگون اومدم پایین‌تر مایع شد، از نقطه جوش M2 اومدم پایین‌تر مایع شد. اینجا وایستادم، هلیوم به درد عمش میخوره، همون گاز بمون، من میخوام چیکار، یه ذره هلیوم کف زف برو بابا. هوای مایع رو برداشتم، هوای مایع رو برداشتم، N2 O2 آرگون. ببینید هوا الان دیگه میرم تو فاز، الان این هوای مایع است، هوای مایع تهیه شد. الان اول بچه‌ها تئوریشو با هم بخونیم. ما سه تا گاز داشتیم، گفتیم دمای جوش باید حفظ باشید، منفی 196 درجه این نقطه جوش است، نقطه جوش منفی 196 درجه سانتیگراد N2 آرگون، منفی 186 درجه سانتیگراد O2، منفی 183 درجه سانتیگراد. گفتم توی فرایند تخطیر وقتی مایع تهیه شد یک کاری میکنی که یکیش بجوشه بقیه مایع بمونه، یعنی یکیش بجوشه گاز شه بیاد بیرون بقیه مایع بمونن. خب ما الان دمامون چنده؟ منفی 200. از منفی 200 درجه سانتیگراد شروع میکنیم گرم کردن، شروع میکنیم گرم کردن. اول تا منفی 195 درجه میارم. چرا منفی 195 درجه؟ بچه ها بیا گرمش کنیم، گرم 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 گرم، آخ 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 به نقطه جوش رسیدم، قل 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 میجوشه. اینجا وای میستم، اینجا وای میستم، تو منفی 195 وای میستم که فقط اینجا نیتروژن جوشید گاز شد. قرارمون این بود که از نقطه جوش هر کسی بریم بالاتر بجوشه دیگه. ما میخواییم یه کاری کنیم، یکیش بجوشه دوتاش نه. شروع میکنم گرم کردن، از منفی 200 گرم 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 گرم، منفی 196 اندو شروع میکنه قل 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 جوشیدن. داریم گرم میکنیم، داریم گرم میکنیم، گرم کردن جوش رخ میدهد، شروع میکنه جوشیدن، قل 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 میجوشه، گاز شد. اندو گاز شد، اینجا وایستادم. آرگون هم هنوز نجوشیده، چون از نقطه جوشش که بالاتر نرفتم، به نقطه جوشش که هنوز نرسیدم، آرگون هم هنوز نجوشیده. پس N2 من تو منفی 195 درجه میجوشه، بخار میشه، گاز میشه، میاد بیرون. این N2 تو منفی 195 جوشوندمش، N2 جدا شد. چه باحال، نگاه کن. پس تا منفی 195 گرمش میکنم، فقط N2 به جوشه، N2 میگه قل 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 قل، N2 میاد بیرون، N2 رو بردم. این از این. پس منفی 195 شد دیگه، N2شو که بردم، N2 رفت. الان اکسیژن موند و آرگون، باید یه کاری کنم آرگون بجوشه، آرگونم بیاد بیرون، اکسیژن تنها بمونه. چیکار میکنم؟ از منفی 195 دوباره شروع میکنم گرم کردن تا منفی 185، گرمش کن گرمش کن گرمش کن گرمش کن، به نقطه جوش آرگون رسیدی تو منفی 186، آرگون شروع میکنه جوشیدن، شروع میکنه گاز شدن، گرم میکنم گرم میکنم، منفی 185 وایس. الان من در دمای منفی 195 درجه هستم، تا الان نیتروژن رو جدا کردم، آرگون و اکسیژن مونده.
اینجا شروع میکنم گرم کردن جوش رخ میدهد. نه مگه آن به نقطه جوش برسم شروع میکنه جوشیدن. قل 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 گاز شد، آرگونم گاز شد، اینجا وایستادم. ولی اکسیژنم نجوشید چون هنوز به نقطه جوشش نرسیدم. آرگونم گاز شد، آرگونم بخار شد، آرگون اومد بیرون، آرگون اومد بیرون، آرگونم هم میبرم. بعد حالا اکسیژن میمونه کف ظرف. پس دیدین من اینا رو برگردونم تو ظرف، یه خلاصه ای بگم. اولش سه تا هستن، آرگون هست، اندو هم هست، اودو هم هست. دما اولش چقدره؟ منفی 200 درجه. میارم تا چند؟ منفی 195. اندو میپره بیرون، قل 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 قل. اندو اومد بیرون، اندو پرید بیرون، اندو رو میبرم. بعد دوباره شروع میکنم گرم کردن تا منفی 185. آرگون شروع کرد قل زدن، قل 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 قل، جوشید، آرگون اومد بیرون، آرگون هم از یه جا دیگه میبرم. اکسیژن هم تنها موند، اندومو جدا کردم، آرگونم جدا شد، ادومم جدا شد. این از درسی بود که باید یاد میگرفتیم. پس هوا رو از صافی رد کردم، گرد و غبار رو گرفت، با فشار سردش کردم، یخ تو دمای صفر جدا شد، کربون دی اکسید در دمای منفی 78 درجه سانتیگراد براش چگالش رخ میده، ما اینجا چگالش داریم. بعد دما رو تا منفی 200 میارم. بعد آقا منفی 200 هلیوم هنوز به نقطه جوشش نرسیدم تو سرد کردنم، نقطه میعانش نرسیدم، همونطوری گاز موند. هلیوم هوای، ببینید اینجا یه بار ببینید، این مایع است تو هوای مایع هست، مایع است تو هوای مایع هست، مایع است تو هوای مایع هست. من این ستا رو برمیدارم میرم، هلیوم کمه میگم گوره باباش بردارید برید مال خودتون، هلیوم رو نبردم ها، هلیوم تو هوای مایع وجود ندارد ها. بعد عبور هوای مایع از ستون تختی که گفتم، اینجا ببینی، اول گرمش میکنم، اندوش میکنه قل 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 جوشیدن تا منفی 195 وای میستم، اندوها رو برمیدارم میرم. بعد دوباره گرمش میکنم تا منفی 185، آرگونه قل 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 میجوشه، آرگونم برمیدارم میرم، اکسیژن اون کف میمونه تو هوای مایع. حالا اون تئوریش بود گفتم، این نظریش. ببینید هوای مایع با منفی 200 درجه سانتیگراد رو میریزیم تو برج تختیر، میخوره روی این صفحه. بچه های این صفحه، این تیکهی که الان زرد رنگ میکنم، دماش منفی 195. توی این دما دیدید که نیتروژن شروع کرد جوشیدن. ببینید این هوای مایع به خصوص این صفحه دماش منفی 195 دقیق. اگه نیتروژن بخوره روش، دیدید مثلا چه میدونم یه قطره آبو بپاش تو مایتابه‌ای که داغه، یه مایتابه رو برو روشن کن زیرشو، هیچی توش نریز، یه قطره آب که میریزی روش میگه یا میپره والا، بخار میشه. نیتروژن نگاه کنید، هوای مایع رو که میریزید به این صفحه نیتروژن میخوره بخار میشه، نیتروژن رو از اینجا میبرن. چرا؟ دما منفی 195، بالاتر از نقطه جوش نیتروژنه. پس اول هوای مایع با دمای 200، منفی 200 درجه سانتیگراد که آرگون داره، اودو داره، اندو داره رو میریزن تو برج تختیر. تو برج تختیر نیتروژنا میخورن رو، همشون البته میخورن به این صفحه داغ، هوای مایع رو میریزه. چون نیتروژنا نقطه جوششون منفی 196 و این صفحه از نقطه جوششون بالاتره، نیتروژنا شروع کنه جوشیدن، میخوره رو این صفحه، نیتروژنا بخار میشن، از اینجا میرن بیرون. الان تو قسمت بعدی من آرگون و اکسیژن دارم. این قسمت دومی که شما میبینید، این قسمت پایینش، البته
این قسمت دوم دما منفی 185 که شامل آرگون و اکسیژن میخوره رو این صفحه، آرگونش بخار میشه، بعد اکسیژن هم میریزه این کف. خب نگاه کنی، این در واقع این صفحه که گرم کردم بوده، من از این پایین نوشتمش به بالا. من هوای مایع رو گرم میکنم تا منفی 195. نگاه کنی، نیتروژنش رو از اینجا جدا میکنم، بعد گرمش میکنم تا منفی 185، آرگونش رو جدا میکنم، در نهایت هم بعد بچه ها این فلش ها رو از پایین به بالا بخونید. این مرحله اوله، این مرحله دومه، این مرحله سومه. نگاه کنید، اول هوای مایع شما این ستا رو داره، وقتی میخوره رو این صفحه دما منفی 195، نیتروژنش بخار میشه، این بخار نیتروژن رو از اینجا میبرید. پس اول هوای مایع رو وارد برج تقطیر میکنم، میریزم اینجا. هوای مایع چیا داره؟ آرگون داره، اودو داره، اندو. من منفی 195 که دمای این صفحه است بالاتر از نقطه جوش اندوه. اندو میگه یه قطره آب بندازید کف مایع تا بدا، میبینید یه جه همچین صدایی میده. این نیتروژنه بخار میشه، از اینجا میبرمش. یعنی این در واقع میشه قدم اول. میام یه هوای مایعی رو وارد این برج تقطیرم میکنم. هوای مایع آرگون داره، اودو داره، اندو داره. دمای این صفحه، این تیکه منفی 195. شما هوای مایع رو که میریزید رو این صفحه، اندوش بخار میشه، اندوش رو میبرید. تو قدم بعدی اندو که جدا شده، تو قدم بعدی، تو اون محفظه بعدی ما چی داریم میریزیم؟ آرگون و اکسیژن. ادامه شه دیگه، اینجا نیتروژن ها جدا شد، آرگون و اکسیژن اومد. اینجا هم گفتیم دما منفی 185، دما منفی 185 درجه سانتیگراده، آرگونش بخار میشه، آرگون بخار شده از اینجا میره بیرون و اون تیکه پایینش دیگه فقط اکسیژن میمونه. اینا رو این شکل هم ببینید، هوای مایع میخوره رو این صفحه، نیتروژنش بخار میشه، نیتروژن رو میبرم، آرگون و اکسیژنش مونده میخوره رو صفحه، چون ادامش میریزه پایین دیگه، میخوره رو صفحه دوم، آرگونم بخار میشه، آرگون رو میبرم و در نهایت دیگه چی فقط مونده؟ اکسیژن، اکسیژن مایع میبرم. این میشه تقطیر هوای مایع. پس من این تیکه آخر گرم کردنش هم یه بار دیگه اشاره کنم. اول تا منفی 195 میارم، نیتروژن قل 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 میره اینجا، آرگون و اکسیژن مونده. تا منفی 185 میارم، تو منفی 186 آرگون میجوشه، گاز میشه، آرگونم میبرم، آخرش هم اکسیژن به صورت مایع خارج میشه. البته بچه ها شروع کنیم یه سوال حل کردن، یک چند تا سوال حل کنیم کامل بحثمون جا بیفته براتون. در هنگام تهیه تمرین 3، من نقطه جوش هم لطف کردم نوشتم، ولی باید حفظ باشید، الف و بش رو جواب بدید، پش اگر نتونستید اوکی، مشکلی نیست. الف و ب. خب پاس بدین بعد حل منو ببینید. اول همیشه یه نمودار میکشیم، نمودار نقطه جوش. نقطه جوش برای اندو منفی 196، برای آرگون منفی 186، برای اودو منفی 183. اگه میخوام هوای مایع تهیه کنم، تهیهش باید اول هوایی که گازه رو به حالت مایع در بیارم، میگه تهیه هوای مایع، هوایی که گازه رو باید سرد کنم بشه مایع. توی سرد کردن، سرد کردن، پس این نقطه جوش همون چیه؟ نقطه میعان. دارم سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم، اول به نقطه جوش یا میعان اکسیژن میرسم. این دارم تهیه هوای مایع است بچه ها. یعنی این هوایی که داریم نفس میکشیم رو میخواییم از گاز بکنیم مایع. گاز بخواد بشه مایع باید سرد کنیم،
دارم سرد میکنم. سرد کنم چی رخ میده؟ میعان. سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم، سرد میکنم به نقطه جوش اکسیژن برسم. نقطه جوش همون نقطه میعان، اکسیژن مایع خواهد شد. اولین گازی که به صورت مایع در میاد اکسیژن. ستون تقطیر همونیه که گرم میکنم، برم شروع کنم گرم کردن. توی گرم کردن جوش رو خواهد داد. جوش گرم کنم، گرم کنم، گرم کنم، گرم کنم، گرم کنم. آها، به نقطه جوش اندو رسیدم. قل قل گاز میشه. ببینید تو برج تقطیر گرمش میکردم دیگه. به این میگم برج تقطیر بچه ها. به این میگم برج تقطیر. اینجا دارم چیکار میکنم؟ گرمش دارم میکنم. خب اینجا گرم کردنه. توی گرم کردن، گرم کردن چه عملی رخ میده؟ جوش. گرمش کنم، گرمش کنم، گرمش کنم، گرمش کنم، به نقطه جوش اندو رسیدم. قل 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 گاز. پس کی اول گاز میشه؟ نیتروژن. کی اول گاز میشه؟ نیتروژن. این هم از این بحث. چرا تهیه اکسیژن 100% خالص دشواره؟ دلیلی که کتاب درسی ازتون خواسته اینه نقطه جوش آرگون و اکسیژن بسیار به هم نزدیک است. نقطه جوش بچه آرگون و اکسیژن خیلی به هم نزدیکه. اکسیژن ما ممکن است دارای ناخالصی آرگون باشد. البته بچه ها اینم تو پرانتز بدونید، ممکنه که این هوای مایعی که ما تهیه میکنیم مثلا کریپتون و اینا هم داشته باشه، کریپتونه همراه اون اکسیژن مایع بمونه، یا ممکنه یه ذره زنون داشته باشه، زنونه همراه اون اکسیژن مایع بمونه. ولی خب این نکته خارج از کتاب درسیه. هدف کتاب درسی از پرسش این سوال این بوده. نقطه جوش آرگون و اکسیژن به هم بسیار نزدیکه و با این حساب اکسیژن ما ممکنه که یک مقدار ناخالصی آرگون داشته باشه. پس ببین خانوم، آقا، تو رو قرآن گوش بده. اگه ببین شیر آب گرم و سردم برات ساختم. اگه داری سرد میکنی مایع شدن رخ میده. اولین گازی که مایع میشه اکسیژن. اگه داری گرم میکنی قلقل قلقل جوشیدن رخ میده، جوش رخ میده. اولین گازی که میجوشه اندو. من تمرین 4 یه دقیقه صبر میکنم تو دمای منفی 80. گرم اون هوای مایمون دماش منفی چند بود؟ 200. تا منفی 80 داغش کن ببین چی میشه. ببین از نقطه جوش چند تاشون میگذری، چند تاشون رو میجوشونی. من منتظرم. تمرین کتاب تمرین مهمیه. این نقطه جوش، جوش این منفی 200، این اندو منفی 196. هی می نویسم ببینی، این آرگون منفی 186، این اودو منفی 183، اینم منفی 80. گرمش کنیم. یه هوای مایع دارم، هوای مایع تو دمای منفی 200 تشکیلش دادم. میخوام ببینم تو دمای منفی 80 چه بلایی سرش میاد. شروع کنیم گرم کردن. گرم کردن جوش رخ میده بچه ها. شروع کنیم گرم کردن. گرم 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 گرم. اوه اوه اوه، نقطه جوش اندوه. قل 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 گاز. بریم بالاتر، گرم کنیم، گرم کنیم، گرم کنیم. اوه اوه اوه، نقطه جوش آرگونه. قل 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 قل، از نقطه جوشش دارم رد میشم دیگه، داره میجوشه. قل 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 گاز. بیشتر گرم کنم، گرم کنم، گرم کنم، گرم گرم کردم، به نقطه جوش اکسیژن هم رسیدم. اکسیژن شروع میکنه قل 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 گاز شد. یه ذره دیگه گرم کنم میشه دمای منفی 80. من از دمای منفی 200 شروع کردم گرم کردن. به نقطه جوش اندو رسیدم، گاز شد. به نقطه جوش آرگون رسیدم،
گاز شد، به نقطه جوش اکسیژن رسیدم گاز شد، منفی 80 وایستادم، پس همشون باید گاز باشن. کدوم شکل درسته؟ این که مایه است غلطه، همه گاز، همه گاز، چون از نقطه جوش همه بالاتریم و این هم برای بار هزارم. اگر از نقطه جوش بالاتر باشی گازه، به قرآن گازه، از نقطه جوش بالاتر گاز. بریم بعدیش، من یه دقیقه منتظر شم. خیلی تمرینه خوبی هم، با دقت حل کنید. خب پاس بدیم بعد حل منو ببینید. میگه تو دمای منفی 195، من این دما رو از اول بحث کنم، دمای منفی 195، اینا رو پاک کنم، اینم پاک شد. این من تو دمای منفی 195 میخوام بررسی انجام بدم. من هوای مایه دارم، یعنی الان همشون به صورت مایه‌ن. من از دمای منفی 200 شروع میکنم قضاوت کردن. آرگون دارم، اکسیژن دارم، نیتروژن، این هوای مایه من. شروع میکنم تا اون دمایی که گفتی من گرم میکنم. منفی 200 که هوای مایه است، همه رو به صورت مایه دارم. منفی 200 هوای مایه است، همه به صورت مایه باید باشن. منفی 200 هوای مایه است، همه باید به صورت مایه باشن، هر سه تا مایه، این منفی 200، این هوای مایه. حالا شروع کنیم گرم کردن، شروع کنیم گرم کردن تا منفی 195. گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، به نقطه جوش اندو رسیدم. اندو میگه قل 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 قل، گاز میشه، میپره بیرون. این شد گاز. اینجا گرم میکنم، گرم میکنم تا اینجا وایستادم، این شد گاز، پرید بیرون. آرگون و اکسیژن هنوز به نقطه جوششون نرسیدن و هنوز مایه. میگم خانوم آقا، این دمای منفی 200 هوای مایه است، هر سه تا مایه، این که هیچی. شروع کنیم گرم کردن، گرم 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 گرم، منفی 196 قل 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 میجوشه، این گاز شد، اومد بیرون. اینجا وایستادم، هنوز به نقطه جوش آرگون نرسیدم، هنوز به نقطه جوش اکسیژن نرسیدم، اونا هنوز نجوشیدن، این دوتا هنوز مایه هم، فقط اندوش بخار شد اومد بیرون. پس اینجا اندو باید توی دمای منفی 195 اندوها گاز باشن، اکسیژن و آرگون هنوز مایه. اینم منفی 195، نیتروژنش که جدا شد. حالا تو دمای منفی 185 اشاره کردم که آرگونه میجوشه میاد بیرون، اکسیژنه میونه کف ظرف. گرمترش کنی؟ بریم گرمتر گرمتر گرمتر، قراره تا منفی 185 بیام، گرمتر گرمتر گرمتر. آرگون شروع میکنه قل قل قل، این اندوه که رفت، اندو دیگه نداریم. الان آرگون و اکسیژن مونده بود تو دمای منفی 195. شروع کردن گرم کردن، گرم کردن، گرم کردن. آرگون شروع کرد جوشیدن، شروع کرد بخار شدن، پرید بیرون. اینجا وایستادم، اکسیژن هنوز مایع است، آرگون از ظرف داره میزنه بیرون، اکسیژن هنوز مایع است. این هم منفی 185. یه سوال تمرین 5، خیلی تمرین خوبیه، با دقت جواب بدین. خانم نمودار نقطه جوش بکش جواب بده، فاز علامه دهر نگیریم، خیلی پایین شروع کن گرم کردن، از زمان خیلی پایین. میگه کدوم یکی از این شکل درسته، ببینم چیکار میکنید. بریم بریم، یه نمودار نقطه جوش میکشم، یه نمودار نقطه جوش، نقطه جوش. پس اگه دارم راجع به جوش صحبت میکنم، باید داغ، باید قرمز کشیم، باید داغش کنیم. خب تو دما بگو، اول من اینا رو بچینم،
بی ما این بی در مایه جوشش بوده منفی 172، بعد آی ما در مایه جوشش بوده منفی 161، و سی ما این آ سی ما در مایه جوشش بوده منفی 157. این دماهای جوش منفی 172، منفی 161، منفی 157. سیمون 157 بوده، بیمون منفی 102، آمون هم که منفی 161. ما میخواییم گرم کنیم، گرم کردن. اگه گرم میکنم به جوش میاد. بهم دما چی دادیم؟ گفتیم منفی 165. منفی 165 اینجاست. گرم کنیم، گرم کنیم، گرم کنیم تا منفی 165. اوه، به نقطه جوش بی رسیدم. بی قل 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 پرید بیرون، بی گاز. به نقطه اینجا وایستادم. هنوز به نقطه جوش آ نرسیدم. از نقطه جوش آ پایین ترم. آ نجوشیده که، آمایه است. هنوز به نقطه جوش سی نرسیدم. سی نجوشیده که، سی مایه است. هزار بار گفتم از نقطه جوشش پایین تری مایه است، از نقطه جوشش پایین تری مایه است، از نقطه جوشش بالاتری گاز. پس گرم کردم منفی 172، قل 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 بی به عنوان گاز اومد بیرون. منفی 165 وایستادم. آ هنوز نجوشیده، سی هم هنوز نجوشیده، پس اینا باید مایه باشن. نگاه میکنم بیه پریده بیرون، گازه، اون دوتا دیگه مایه. اوکی، بخش بعدیش منفی 160 بهم گفته منفی 160 ببرم ببینم چی میشه. منفی خیلی دمای پایین شروع کنم گرم کردن. منفی 160 قراره تا اینجا بیام. گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، به نقطه جوش بی رسیدم. بی شروع میکنه قل 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 قل، شروع میکنه جوشیدن، گاز شد. گرم میکنم، گرم میکنم، گرم میکنم، آ شروع میکنه جوشیدن، گاز شد. منفی 160 وایستادم. قل 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 گاز رفت بیرون. گرم کردم، قل 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 گاز رفت بیرون. اینجا وایستادم. سی هنوز نجوشیده، سی هنوز مایه است. سی باید مایه باشه، آبی گاز. سی مایه است، آبی گاز. این مایه سیه، این آبی هم که گاز. اوکیه، اینم درست، اینم درست. منفی 150. او اگه تا منفی 150 بخوام برم، یعنی تا اینجا بخوام بیام، سی هم میجوشه، سی هم گاز میشه، سی هم خارج باید بشه. اگه تا دمای منفی 150 بیام، بی قل 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 جدا شد. آ گرمتر میکنم، میجوشه قل 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 جدا شد. گرمتر میکنم، سی میجوشه قل 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 گاز شد، جدا شد. اینجا وای میسم. تو منفی 150 همه باید گاز باشن و از ظرف بریزن بیرون. این غلطه، این منفی 150 نیست، همه باید گاز باشن. اینا که ماین هنوز. پس تا الان آمون درست بود، بهمون درست بود، پهمون غلط بود. ت ت منفی 175. ت منفی 185. منفی 175 ببخشید. خب توی دمای منفی 175 یعنی اینجا شروع میکنم گرم کردن تا منفی 175. هنوز بی نجوشیده، آ هم نجوشیده، سی هم نجوشیده، همه مایه، مایه مایه مایه. این باید همه مایه باشه. این چیه؟ این همه رو گاز کشیدی که غلطه، غلطه، این هم غلطه. تو منفی 175 از نقطه جوش همه گازها پایین تری و همشون مایه‌ان، هنوز نجوشیدن، همه مایه‌ان، همه، همشون مایه‌ان. پس اینجا، پس اینجا به اگه بخواید همه عبارت‌ها درست بشه، پوته که غلط بود. اگه میخواید همه عبارت‌ها درست بشه،
توی منفی 175 گفتیم باید همه مایع باشن، یعنی این دما رو باید میداد منفی 175 که همه مایعن، و این دما که همه گازن و همه گازن رو باید میداد چند بود؟ منفی 150. اگه این دوتا دما رو جابجا میکرد عبارت ها درست میشد. نکته آخرم بگم، هلیوم بچه راجعه این از تقدیر جز به جز هوای مایع گذشتیم، تمرین هم ازش حل کردیم. هلیوم در کره زمین بچه ها به مقدار خیلی کم یافت میشه، به طوری که مقدار ناچیزی از آن در هوا، و مقدار این کلمه مهمه، بیشتری در کجاست؟ در لایه های زیرین پوسته زمین. نگاه کنین هلیوم کلن تو کره زمین کمه، هم توی هوا هست هم توی هوا هست، ولی بیشتر توی لایه های زیرین پوسته زمین وجود داره که حاصل از واکنش های چیه؟ هسته‌ایه. این نکته ها مهمه. توی ژرفای زمین. از این رو منابع زمینی مناسب ترن. من به تو اشاره کردم هلیوم بخوام از گاز طبیعی استفاده میکنم، از هوا استفاده نمیکنم. چرا؟ چون 7% حجمی گاز طبیعی رو هلیوم تشکیل میده. خب اینها این نکته هم ببینید، این گاز پس از تولید در عمق زمین به لایه‌های زمین نفوذ میکنه، وارد میدان گازی میشه. مقدار هلیوم تو میدان گازی گوناگون متفاوته، ولی میانگین گفتیم 7% حجمیه. نگاه کنید ما یه دونه گاز طبیعی داریم، همونی که گاز شهری هم ازش به دست میاد، 7% هلیوم داره، 7% حجمی هلیوم داره. یه دونه هوا داریم که 5 ده هزارم درصد حجمی هلیوم داره. ببینیم چند برابره. 7 تقسیم بر 5000 میشه 7 تقسیم بر 5 ده هزارم، 1 دو هزارم میشه 14000 برابر. پس هلیومی که اینجا رو باش، هلیومی که تو گاز طبیعی توی زمینه نسبت به هوا 14000 برابره. پس به صرفه است عقلا میگه هلیوم از گاز طبیعی به دست بیارم نه هوا، ولی هنوز کشور ما جداسازی گاز هلیوم رو از گاز طبیعی رو نداره. جداسازی گاز هلیوم از گاز طبیعی به دانش زیادی نیاز داره که کشور ما نداردش.